آمین که با حضور فعال روح قدوس خدا که امروز اینجاست به ما حکمت بده، شناخت بده، معرفت بده در کلام خودش تا چشمای دل ما باز شه، باز هم از طریق کلام حیات بخش خودش که همینطور سرودی که خوندیم پر از فراوانی بشیم، پر از بخشش بشیم، پر از فیض و رحمت بشیم، پر از شادی بشیم، در نهایت از پری او پری بیابیم، نه فقط بیابیم بلکه این پری رو به دیگران منتقل کنیم. با این روح، با این قلب و جان متبدل شده، متحول شده از اینجا بیرون بریم. تقریبا این تعلیم تا حدود تکمیل کننده تعلیم روز 7 فوریه است، اگه یادتون باشه، روح القدس و انجام شریعت. میتونم بگم این تعلیم ها این دومین تعلیمه، ولی حقیقتا مشتی از خلوار هاست و من اصلا خودمو خیلی گنجایشمو کم میبینم به خاطر اینکه بتونم این برکت عظیمو که خودم کم کم دارم میچشم، تجربه میکنم، شیرینی طعمشو میچشم، بتونم به شما منتقل کنم که خودم و تک تک شما بتونیم در آزادی دختران و پسران خدا زندگی کنیم، خدمت کنیم، آمین، نفس بکشیم، هرچه از اون بیشتر فیض رو بشناسیم و از طریق این روح حیات در این فیض زندگی کنیم، بیشتر ماهیت شریعت رو میشناسیم، بیشتر به اون ذات شریعت پی میبریم و همینطور که به این شناخت میرسیم اعمال شریعت رو در خودمون تشخیص میدیم، نیست؟ کجا داریم شریعتی مذهبی عمل میکنیم و این میشه که باعث میشه که یه اشتیاقی پیدا کنیم که با روح القدس همکاری کنیم و همینطور در یه چرخه قرار میگیریم که به طرف فیض خدا حرکت کنیم و همینطور در آزادی بیشتر و بیشتر دختران و پسران خدا در حرکت باشیم. من همینطور در این روزهایی که دارم این چیزها رو میچشم خیلی به خودم دارم نگاه میکنم، به اعمالم دارم نگاه میکنم، به خدمتم، آیا قانون حیات داره در من کار میکنه؟ آیا قانون روح خدا داره در من کار میکنه؟ این خدمت من از چه ریشه ایه؟ از چه مذهبیه؟ از چه منشاییه؟ چون ایمان دارم عزیزان بیشتر روز به روز میفهمم که ماهی از سر میگنده. اگه من کوچکترین خمیرمایه مذهب و شریعت در من، در زندگی شخصی من باشه و من تشخیص ندم اینو در اون پستوها، در اون خفانه، اونجایی که میام خدمت میکنم، همه رو قربون صدقه میرم، دعا میکنم، محبت میکنم، در اون زندگی شخصی، چقدر میتونه کلیسای خداوند رو آلوده کنه؟ چقدر میتونه کلیسا رو از مسیر اصلی دور کنه؟ چقدر میتونه آرامی و امنیت رو از کلیسا بدوزه؟ به خصوص از نوع ایمانا، از کسایی که از شریعت، از مذهب این دنیا فرار میکنن، از قانونمندی ها و فشارهایی که از اون از قبل ذریت و نسلشون روشونه به کلیسا پناه میبرن، چقدر میتونه امنیت و آزادی این عزیزان رو به مخاطره بندازه؟ چقدر خودم شاهد بودم تو همین کلیسا به خاطر قانونهای ضد فیضی که انجام میشد، به خاطر ندانمکاری، سهوان، چند نفر نویمان در همون اولین قدمهاشون به سوی خداوند از او رو برمیگردوندن، میرفتن. اسم این تعلیم رو من گذاشتم شریعت همچون شوهری سخت دل و عیب جو. اینو از خودم در نیاوردم، اینو اقتباس شده از کتاب رومیان باب 7 از آیه 1-4 میتونی بعدم بخونی. این سوالو میخوام بکنم، کلیسای ما به چه انجیلی داره موعظه میکنه؟ میتونم با جرئت بگم عزیزان شیوه زندگی کلیسای ما، زندگی رابطه های ما در ارتباط مستقیم با تعالیمی که به خورد ما داده میشه خیلی ربط داره. اگر در کلیسای پیام مخدوش ارائه بشه به گوش ما برسه، کل حیات کلیسا دچار انحراف میشه. موعظه و تعلیم یکی از حیاتی ترین و اساسی ترینه توی هر کلیسایی. اگه انجیل فیض موعظه بشه، نه اونطور که قانونمندی های خودمونه، خودمون فکر میکنیم، تصور میکنیم، بلکه اون انجیل فیض حقیقی موعظه بشه، زندگی بشه، خودمون زندگی کنیم، میتونم با جرئت بگم دوام و بقای کلیسا رو رقم میزنیم.
پولس ایمانداران کلیسای غلاطیه رو که کم کم داشتن از اون شالوده، از اون پی که پولس افکنده بود فاصله میگرفتن، اینطور خطاب قرار میده: ای غلاطیان بیفهم، ای نفهم. و میشه بخونی غلاطیان باب 3؟ اینجا من از ای غلاطیان بیفهم، کیست که شما رو افسون کرد تا راستی رو اطاعت نکنید؟ که پیش چشمان شما عیسی مسیح مصلوب شده مبین گردید. فقط این را میخواهم از شما بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافتین یا از خبر ایمانتان؟ عزیزان، آیا اینقدر بیفهم هستین که به روح شروع کرده الان به جسم میخواین کامل بشین؟ چطور ما ایمان آوردیم؟ فقط با ایمان بود؟ آیا با اعمالی انجام دادیم؟ عزیزان، شما به وسیله چی نجات پیدا کردیم؟ به وسیله فیض، انجیل حقیقی. ولی پولس میگه چرا داریم به سوی یه انجیل دیگه یه حرکت میکن؟ چرا؟ دوباره تو غلطیان باب 1:7 میگه هر کسی که به سوی انجیل دیگه حرکت میکنه ملعون باد، لعنت میکنه اون شخص. عزیزان، خیلی قویه اینها. منظور پولس چیه؟ اون شریعت گرایی که قاطی انجیل میکنیم یا اصلا به کل با انجیل عیسی مسیح فرق میکنه؟ در جای دیگه پولس رسول در غلاطیان باب 5:9 میگه خمیرمایه اندک تمام خمیر رو مخمر میسازه، تمام خمیر رو باعث میشه ور بیاد. عزیزان، پولس در مورد گناه صحبت نمیکنه اینجا. خیلی موقعا من دیدم اینو ور میداریم میگیم گناهه. نه، آشکارا در مورد شریعت گرایی صحبت میکنه. میگه هر چقدر که جزئی پنهان اون پستو مستو ها تو خونت میتونه کلیسا رو به نابودی بکشه. مشکل پولس با کلیسای غلاطیه این بود که محض فیض نجات پیدا کرده بودن، ولی برای کامل شدن این ایمانشون، رشدشون، میگفتم باید ختنه بشیم، کارهای انجام بدیم، روزها و ماها و سبتها رو نگاه کنیم. انگار داشتن نگه داریم، انگار داشتن به گذشته یهودی خودشون برمیگشتن. آداب و رسوم گذشته رو باید نگه میداشتن. پولس میگه این مذهبه. عزیزان، نگه داشتن ختنه، این روز خوبه، اون روز مقدسه، فصلها، ماها، سبتها، فتواهای انسانی که ما میدیم، قانونمندی هایی که تولید میکنیم، خدا به من گفت، این اون نیست. غلاطیان باب 4:9-11 میگه درباره شما ترس دارم، میترسم مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم. چطور به خاطر فیض شما نجات پیدا کردین ولی بر میگردین به سوی اون اصول ضعیف، فقیر و دوباره میخواین شریعت رو بندگی کنید؟ پولس در باب 7، بعدم بریم بخونی، انقدر این مقوله عظیم و عمیقه که آمین که یکم اشتیاق توتون بیاد این آیه هایی که میگم خودتون بریم بخونیم. میگه همگی ما زیر قدرت شریعت بودیم. با شریعت چیکار کرده بودیم؟ ازدواج کرده بودیم. شریعت چی بود؟ شوهر ما بود. شریعت چه مدل شوهری بود؟ شوهری عیبجو عزیزم که اشتباهات ما رو مدام به رخمون میکشید، سخت دل که هیچ گذشتی نداشت، دائم میگفت تو این کارو کردی، اون کارو کردی، اما هرگز حاضر نبود کمکمون کنه. تنها این شریعت شوهر چیکار میکرد؟ پرونده سازی میکرد. مشکل و بدبختی فقط این نبود که نمیتونستیم با این حاج آقا حرف حساب بزنیم. اگه حرف حساب هم میزدیم اصلا حرف حساب حالیش نمیشد، چون از قبل میدونستیم، از قبل میدونیم که همیشه حق با اونه و ما امروز فردا تا ابد محکوم هستیم. نیست؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. برای اینکه شریعت جز محکوم ساختن ما، جز این که ما رو قلمداد مقصر قلمداد کنه با اون زبون درازی که داره، هرگز هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. باور میکنین؟ امیدوارم این زبان تصویری که دارم براتون توضیح میدم متوجه بشین. اما عزیزان، همه بگین اما. یک روز با کسی آشنا شدیم که به جای این شوهر کنونیمون باش آشنا شدیم، یه گفتیم ای دل غافل کاش از اولی همسر ما بود.
این کی بود اسمش؟ عیسی مسیح خداوند، پر از محبت، پر از بخشش، پر از رحمت. چی برای ما به ارمغان آورد؟ فیض، فیض و عوض فیض. افراوانی او فیض یافتیم، بخشش یافتیم، محبت یافتیم، آزادی یافتیم. اما همه بگین اما، این اما منفیه. از بخت بعد قبلا با شریعت ازدواج کردیم، ما نمیتونیم همزمان، نمیتونیم دو تا شوهر داشته باشیم. میتونیم؟ نمیتونیم. ای کاش میشه جناب شریعت به دیار باقی بشتابه برای همیشه. ای کاش که هرگز با او آشنا نمیشدیم. ای کاش هرگز او رو نمیشناختیم. در این صورت چی میشه؟ شرعن این زنجیر او به گردن ما نبود، روی گردن ما هیچ حقی نداشت. آزاد آزاد بودیم. اونجور که شوهرمون میخواد، شوهر جدیدمون، در اون لذت ببریم، فیض ببریم. اما همه بگین اما، عیسی هشدار میده اما ضعیف بود. اما عیسی هشدار میده شریعت هرگز زایل نمیشه، حتی نقطه و همزه از اون از بین نمیره، یعنی نمیمیره، نمیره دیار باقی. مطالبات و الزامات شریعت هم تخفیف پیدا نمیکنه. بنابراین ظاهرن تا ابد زیر یوغ این شوهر عیبجو و فوق‌العاده سختگیر باید زندگی کنی. عزیزانی، شوهری که در حضور او احساس عجز میکنیم، احساس ناتوانی میکنیم، همینجور احساس عجز و ناتوانی میکنیم، نمیدونم میچشین نه یا نه، همینطور احساس شورش میکنی، احساس خشم میکنی، میخوای کلش رو بکنی، احساس طغیان میکنی، نیست؟ هرچی که عجزون میدونی حق با توه ولی نمیتونی، چون زبون نفهمه، نیست؟ برای همین احساس شورش در تو میاد، احساس طغیان میاد. و این شوهر عقیمه عزیزان، پری حیات این سرودی که خوندیم در وجود نداره، هیچ ثمری تولید نمیکنه. آیا شریعت ثمر تولید میکنه؟ شریعت شوهری عزیزان که هرگز و هرگز موجد حیات نمیشه. تنها کاری که میکنه چیکار میکنه؟ مرز بین بد و خوب رو نشون میده. دائم در کهنگی بکن نکن زندگی میکنه، نه در تازگی روح. چیکار کنم؟ چیکار کنم تا از دست این شوهر سخت دل عیبجو راحت شم؟ او که هرگز ظاهرا نمیمیره که از شرش راحت شم. اما یه خبر خوش داره برای ما انجیل. اما این باید بگیم، اون نمیمیره عزیزان، اما من تو میتونیم برای او بمیریم. آمین. یکی بالاخره باید بمیره تا اون عهد باطل شه، نیست؟ وگه نه بیخی ریشمون گیر کرده، چی کار باید بکنیم؟ اون که نمیمیره، ظاهرن عمر نوحو داره، باید خودت بمیری. چقدر زیباست، نیست؟ که به اینجا برسی که بمیری. رومیان 7:4 میگه به واسطه جسد مسیح برای شریعت مرده شدید تا خود را به دیگری بپیوندید، یعنی با او که از مردگان برخاست تا به جهت خدا ثمر بیارید. یعنی اگه برای شریعت نمیری اصلا نمیتونی با عیسی بپیوندی. عزیزم متوجهی؟ اتفاق بزرگی افتاده در نجات ما، یه اتفاق عجیب و شگفت انگیز افتاده که اگه بی اطلاع باشیم عزیزان، در دامه شکنجه های روحی و عاطفی شریعت همجور گیر میکنیم، میمونیم. شوهر هرگز نمیمیره، اما من باید نسبت به او بمیرم تا نسبت به خدا زیست کنم. آمین. من هیچ وقت نمیتونم از طریق شریعت یه زندگی خداپسندانه داشته باشم. من از طریق مطالبات شریعت، قانونمندی های او، هی خودم جون بکنم که اطاعت کنم، آخر دو قرتونیمش باقیه، من نمیتونم. اگه شریعت به من حیات منتقل میکرد، هر آینه عدالت از طریق شریعت مؤثر بود، دیگه به مرگ هولانگیز و رقت‌آور عیسی مسیح احتیاج بود عزیزان.
شریعت شوهر یه عقیم که هرگز نمیتونه این فراوانی حیاتو به من و تو تولید کنه. من با مرگ نسبت به این شوهر آزاد هستم تا در تازگی روح بندگی کنم، کنیز عیسی باشم در آزادی. عزیزان ها، یکی میگه باید این کارو کنم، میخوام بکنم بکشمش. آخه تو زیر شریعت نیستی که باید دوباره این چکش خودت تو سر خودت بزنی. عزیزان، به خاطر انجام این حقیقت پر از شاهکار و عجیبی که بهتون گفتم، پولس میگه من با مستی مصلوب شدم. یادتونه یه اردو دادی؟ تازه من دارم میفهم چقدر چرت و پرت اون موقع گفتم، به خوردتون دادم. من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکنه. متوجه هستین؟ خدا ایمان ما رو عدالت محسوب میکنه، برای همین ما بیدینان عادل شمرده شدیم، نه به هنگام توبه عزیزان، بلکه به هنگام بلکه به عنوان قراردادی دائمی، عهدی همیشگی و ابدی من و تو عادل شمرده شدیم. عیسی مسیح هر روز عدالت ماست، دیروز امروز تا ابدالآباد. وقتی میگه احساس محکومیت میکنم که میبینم تو خادمین، حتی تو خادمین دائم احساس فشار، دعا کن، این احساس تقصیر، در واقع به شیطان داری مجال میدی، داری در مقابل تیرها و حملات و او خلع سلاح میکنی خودتو. شیطان سعی میکنه با محکوم کردن تو، تو رو متقاعد کنه که هنوز به شریعت و شوهر قبلی ایجو سخت دلت وصل باشی. تلاش کن به وصله عیسی مسیح، جد و جهد کن وارد آرامی خدا بشی، اون آرامی که عیسی برای تو از طریق فیض مهیا کرد، تو از این روح محکومیت آزاد شی. اگه خدا به طور رایگان ما رو عادل شمرده، کیست که بتونه ما رو محکوم کنه؟ آیا خدا که ما رو عادل شمرده، کیست که بتونه ما رو مقصر قلمداد کنه؟ تو این کار کردی؟ الان باید تقاص پس بدی. آیا پسر خدا؟ آیا خدا که پسر خودشو از ما دریغ ندونست؟ کیست که هی بتونه دائم به ما فتوا بده این کارو بکن اون کارو نکن، اگه نکنی دوستت دارم، اگه بکنی دوستت ندارم؟ میگم از این چرت و پرتا که به خورد ما میدن، کیه؟ کیه که میتونه این ادعا رو داشته باشه بر برگزیدگان خدا؟ خدایی که به وسیله پسرش ما رو عادل شمرد. از این شیطان و روح شیطان در گوش تو نجوا میکنه، تو ناپاکی، گناه کردی، خرابکاری کردی، خرابکاری کردی، باید این کارهایی بکنی تا تقاص پس بدی. فوری جوشن عدالت رو بپوش، در او یاف شو، در عدالت خدا یاف شو به وسیله روح قدوس خدا، نه با عدالت خود سعی و تلاش و عرق ریزی. کدومشون فریبا جان بود چقدر زیبا گفت، گفت من تلاش نکردم، من کاری نکردم، من نفهمیدم از کجا آزاد شدم. آیا رفتی روان درمانی که بفهمی پدر چقدر مهربونه، درد و زخمای پدرتو ده نفر بریزن رو سرت آزادت کنن؟ فهمیدی باد از کدوم بر وزید فریبا؟ فهمیدی روح القدس از کجا اومد به دادت رسید؟ عدالت عیسی بود، ایمان خودت بود که تو الان داری در آزادی دختر خدا به جنگ که آه بکشی ده نفرم داری بلند میکنی. آنچه که زندگی ما رو مایه پیروزی و سربلندی تک تک ماست، نه اعمال ماست، فقط و فقط فیض خداست به وسیله قانون روح خداست. روح القدسی که تو از عهده گناهایی که میکنی برمیای، میکنی تو پرو فوری توبه کن، دریافت کن آمرزشو، خاک لغزش از خودت بتکون، از نو شروع کن. یهودایی نیازن تو سر خودت که آخر خودتو به قتل برسون. همین چند روز پیش بود یه خاری به زق میزد، اشتباه کردم، از خودم ناراحتم، گفتم برو خودتو بکش، ببخشید هیچ کاری نمیتونم برات بکنم، بعد 20 سال ایمان، برو بکش خودتو. عزیزان، روح شریعت حتی در افراد شریعت و مذهبی ما رو مدت ها میتونه در برزخ نگه داره. باور میکنی؟
مدت ها میتونه باعث بشه کنج خونه بشینی، بعد هزار تا هربه به کار ببری که آقا شریعت رو راضی کنی، بلکه یه لبخندی بزنه، یه دست ترحمی رو سرت بزنه، بلکه بگه آره الان کارا رو کردی، یکی از ده فرمانا رو انجام ده، دادی نزدیک میشی ها، دو سه تاشو انجام بدی من باورم میشه دوستم داری، عاشقمی. گناه میکنی پاشو دوباره، متوجهی؟ تو همین وضعیتی که خدا به نفع تو عمل میکنه، فیض افسونتر رو در خواهی یافت. از با بودن لذت ببر، او از تو خوشنوده، او از دریچه سوراخ‌های دست پسرش به تو نگاه میکنه. نذار محکومیت‌های این اون گذشته‌های سخت تو، گناه‌های تو، تو رو دور کنه از حضور او، از حضور شادی بخش او. عزیزان، کسانی که به راستی زیر یوغ شریعت نیستن آزادن که این آزادی رو به دیگران منتقل کنن. برعکس کسی که فیض رو نچشیده افراد و اسیر شریعت رو مذهب میکنه با عیبجویی، با سختدلی، با سنگدلیاش، دائم بر یوغ شریعت میافزاید. باور میکنی؟ آمین که روزی بیاد در کلیسای آلفا و اومگا، کلیسای خداوند بر بنیاد فیض بناشه، مایه شادی نه دنیا نه خودمون بلکه نویمانا بشه. کاشکی یه روز کلیسای آلفا و اومگا همه، نه فقط خادمی، نه فقط بعضیا، فیض حقیقی رو بچشن. در این چند هفته بود چند تا نویما فقط عشق میریختن به خاطر قانونمندی هایی که بعضی های قانون ضد فیض رو به اونا اعمال کرده بودن. عزیزان، فیض به ما آن چیزی رو میده که لیاقتش رو نداریم. چی میده؟ بخشش گناهان، آمرزش. ولی فقط نویمانا فیض احتیاج دارن؟ نه، رحمت هم احتیاج دارن. رحمت چی میده؟ آن چیزی رو نمیده که مستحقش هستن، یعنی داوری، قضاوت. عزیزان، خیلی هم بچه ها میان تو کلیسا کودکان روحانی از فیض سوء استفاده میکنن. بسو بکنن چون کودکن، بهشون فرصت بدیم. میان دروغ میگن، ده تا دوست پسر داره میاد، حالا شده چهار تا، اشکالی نداره، تو چشش نزن اگه میفهمی، انقدر انگشت تو چشش نکن، فکر کردی من دروغ می... تو راست میگی، من خودم میفهمم، در روح خیلی چیزا رو میبینم. خیلی از کودکان روحانی دروغ میگن، حق بازی میکنن، رابطه های بد دارن. ما به عنوان بالغین باید به اونا چیزی رو ندیم که مستحق بشن، یعنی قضاوت. درست دارم میگم؟ نهایتش اینه دیگه، دارم دروغ میگم، حق بازی میکنن. تو هم حقته که بگی داری دروغ میگی، ندهش، نده، مستحق بشه ولی نده. رحمت کن، رحمت کن، رحمت کن. تا هنوز نیومده کلیسا رو ول نکنه، اگه خودت چشیدی اینو. یادتون باشه عزیزان، عهد جدید بر لوح‌های قلب ما نوشته شده، به وسیله روح القدس نوشته شده. ما جراحی روحانی شدیم، رفتار و انگیزه های ما دگرگون شده، ما بی اختیار در درونمون میخوایم خوبی کنیم، گذشت کنیم. ما غلام عدالتیم، کنیز محبت و رحمت و فیضیم. هنوز نویمانا زمان احتیاج دارن که اینو متوجه بشن. ما همه اون چیزایی که برای حیات، حتی 6 ماه ایمان آوردی، آن چیزی که برای حیات و دینداری زندگی خداپسندانه احتیاج داری، خداوند به تو داده، تو از اون برخورداری. تو میتونی در خدمت شریک طبیعت الهی خدا بشی، همون فیض و رحمت رو به همون ایمان دارا به بذار سوء استفاده کنن، بذار خرابکاری کنن. کلیسا باید یه همچی جایی باشه. نسبت به شریعت بمیر. آمین. آمین. ما گناه نمی کنیم چون شریعت چکششو می زن، چون در آغوش پدر هستیم، نیست؟ عیسی باعث شد ما نسبت به شریعت بمیریم. ما در آغوش پدریم، فرمان نمیده به ما، میگه تو گناه نمی کنی، تو با نایمانا مهربونی، فیض و رحمت میدی، چون عیسی درون توه. به چیزای کوچیک گیر نمیدیم، پشه رو صافی نمی کنیم اما شطور رو درست قورت بدیم. ما غلامان محبت هستیم عزیزان، این هست تو ما. ما برای شریعت مردیم، در
عوض به عقد عیسی مسیح در اومدیم. برای خدا قادریم ثمرات فیض و رحمت رو دیده بشه و به افراد بدیم. عزیزان هیچ وقت زندگی مقدسی نخواهیم داشت شلوس آس، هیچ وقت. روزی هزار بار بر کلیسا و بیا، روزی هزار بار چند ساعت بشین کلام بخون، مگه اینکه برگه آزادی خودتو از قید شریعت بپذیری که امضا شده با خون عیسی مسیح، نه قانونمندی نه اعمال تو. تو فرزند خدایی، فرزندی که عهد و پیمانش روی خون عیسی مسیح، لذت ببر از این شریعت کهنه، ودا کن، فاصله بگیر. ما آزادیم که از این فیض شگفت انگیز لذت ببریم. آمین. چون مسیح انجام شریعت ما شد برای هر کس که ایمان بیاره. پس باید چیکار کنی؟ هر روز سعی کنی. الان من چند وقت دارم رو این کار میکنم. مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا مغز استخوان‌های من سوخت تا بفهمم فیض یعنی چی نیست، تا خودم رو همینجور در فیض بنا کنم، تقویت کنم، تا در این آزادی که مسیح به من داده محکم و استوار بیستم. این فیض اصیل، این فیض گرانبها که آسان به دست نیومده عزیزان. این فیض چه نتایجی داره تو زندگی ما؟ فقط نازنازی نیست ها؟ فیض ما رو چیکار میکنه؟ آزاد میکنه که گستاخ عمل نکنیم، تنبل و بیکاره نباشیم، بلکه یک زندگی مقدس، منضبط، خداپسندانه داشته باشیم. فیض عزیز ما رو از ترس، عدم احساس ارزش آزاد میکنه. نمیذاره وجدانمون هی مرتب آماج زخم و زبانهای شیطان بشه. هی صبح تا شب این کلام منو آزاد کرد، دوباره برا من دعا کن. فیض این کار میکنه عزیزم. فیض نمیذاره در قل و زنجیر زد فیض اسیر بشی و به کسای چیزایی رو میدی که مستحقش نیستن، یعنی رحمت. اول قرنتیان باب 15 آیه 10 میگه خدا رو شد که فیض خدا بر من باطل نشد. چی شد؟ فیض خدا بر من باطل نشد که چیکار کنم؟ که لذت ببرم کنار دریا، فقط صبح تا شب خدایی آرزوهای منو جواب بده. نه، پولس میگه بلکه بیشتر از همه مشقت کشیدم. عزیزم فیض این کارو میکنه، نه بادمون فقط بزنه، از صلیب ها عبور کنیم ولی برکت باشیم برای دیگران. خدا رو شکر فیض خدا بر من باطل نشده، بیشتر از همه مشقت کشیدم. فیض این کارو میکنه، فیض این کارو میکنه که با شادی برای مسیح مشقت بکشی، مجاهده کنی برای ایمانت، نه به قوت خودت، به یاری روح خدا. فیض باعث میشه در باقای جتسیمانی مهنت بکشی، عرق بریزی، بدویی در میدان مسابقه با صبر، از قهرمانان غیور برای عیسی مسیح بشی، از دویدن در میدان مسابقه خسته خاطر نشی. اینا تعلیماتیه که تو خادمین دادم ها، تو دوم تیموتائوس من دارم الان خلاصه میکنم. کشاورزی سخت کوش باشی، سربازی دلیر باشی، به قانون پهلوانی کنی، قانون روح حیات، قانون روح خدا، نه قانونمندی های خدا. فیض باعث میشه تن خودت رو زبون بسازی، او رو در بندگی خودت نگه داری که نباد خادمی وعظ میکنی، تعلیم میدی ولی خودت محروم بشی، که یه روز عیسی بگه خانم نسرین جان نمیشناسمت، دهنتو ببند. صبح تا شب تعلیم میدادی، اونجا موعظه میکردی، نمیشناسمت، از من دور شو. فیض باعث میشه که از زیر بار مسئولیت و به هر بهونه شونه خالی نکنی، در روح، در اون حرارت و اشتیاق به خدا خدمت کنی، در دعا کاهلی نورزی، خودتو تسلیم خدا کنی، از حق و حقوق خودت بگذری، استقلال های عملی تو که میتونی، میتونی خیلی کارا بکنی، قربانی کنی روی مذبح، بذاری روی مذبح، خودتو مرده بنگاری برای شریعت، برای انتقامایی که حتی حقته. فیض ما رو به دعا و پرستش، شراکت در جمع مؤمنین نزدیک میکنه، نه اینکه دور بشی. به من سلام جواب نداد، محلم نذاش، الان برم گمشم.
میچسبی به جمع ایمانداران، از گناه و محکومیت آزاد میشی. فیض باعث میشه ارتباطی عظیمتر، عمیقتر، کمی عمیقتر در پرستش و شفاعت برای خواهرات داشته باشی. موسی یادته اگه در نظر تو التفات یافتم، مستعدی این که یه فیض بیشتر به من بده. یعنی چی؟ یعنی فیض داره اشتهای روحانی رو تحریک میکنه، تحریک میکنه، یه کمی بیشتر بده، یه کمی بیشتر بده. اگه فیض یافتم در حضور تو ای خداوند، روی تو بر من بیان، منو تنها ول نکن، فقط روی اون رو میطلبه. باشی که امروز جایگاه رفیع خودتو در مسیح بشناسی از طریق خواندن کلام خدا. بعضی احساس آزادی نمی کنه عزیزم، چون از کلام خدا، از ارث و میراث و وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها بی خبرن. بیا یه وقت بذار دعا کن، وقت بذارم برای این قسمت مشکل دارم، 10 بار اومده هنوز وقت میخوام بذارین. خواهر نسرین، خدا در گوش تو فریاد میزنه، مدت هاست آزادی، با آزادی خدا که برات مهیا کرده زندگی کن. اون موقع قرون وسطا بود، کتاب مقدس نبود، میرفت از سراغ کاهنی، بعد کلیسه ها عادت کردن یه نفر بت‌سازی کنن، مشاوره روان درمانی، یه بار دوباره اشکال نداره ها، چیزی که تکرار شه خدا نیست، داره روح مذهب میاد و اون فردم از خداشه که افراد بهش وابسته شن. اصلا میگه چرا نمیای به من مشاوره بدی؟ چرا نمیای مشکل تو بگی؟ چرا نمیای روان درمانی بکنی؟ از اینا روح مذهبه. و پولس ایمانداران رو نمیگه بیاین پیش من، همه بیاین قربتن الله، بر من واجب است قربتن الله، فقط شما اینجا کاهن اعظم که باید منو از همه چی آزاد کنی. پولس ایماندارانو به کلام فیض او میسپاره که قادر است شما رو بنا کنه، شفا بده، آزاد کنه. آمین. و در جمعی ایمانداران به شما میراث بهی ببخشه. شلوس آس. پولس ثابت کرد که فیض خدا نسبت به او بیهوده نبود. با کنار نشستن نبود ها، با بیکار نشستن نبود، با مشقت کشیدن، با شادی برای خداوند. این مشقت دوباره دارم میگم، الان دوباره نگردیم بریم به مشقت بکشین ای عرب بریزیم، بگیم کار نشون گفته مشقت. این مشقت با انجام اعمال شریعت نبود، با فیض خدا بود، اون پوری مسیح بود که ما از او برخورداریم، تغذیه میکنیم، فکر و تن خودمون رو به بندگی کنیزی مسیح میاریم، با اون آزادی که مسیح ما رو آزاد کرده آزاد زندگی میکنیم. آمین. شریعت حاصلی جز محکومیت نداره. اگه من میام با نگاه و چشم و ابرو و تعلیم تو رو محکوم میکنم، ریشه محبت نیست که پاهای تو رو به سمت شاهراه مقدس بزنم. این روح مذهب در نام عیسی مسیح، هر نهالی که پدر نهامین من در این کلیسا نکاشته، ریشه کنده بشه. در عوض فیض به ما شادی میده، حیات میده، تعدیب میکنه، تعدیبی که تربیت داره، تعلیم روحانی به همراه میاره که باعث میشه برای جلال خدا ثمر بیاری. آمین. تا شاگرد حقیقی عیسی بشی، نه صبح تا شب بگی چی کار کنم تا فلانی رو راضی کنم. صمیمانه آرزو میکنم، دیگه نمیدونم چی بگم، خیلی چیزاست توی ذهنم و قلبم، فقط مثل پولس آرزو میکنم، نه فقط شمایی که اینجا حاضر، تک تک شنوندگانی که این پیام رو میشنون، کلام راستی، کلام فیض، کلام رحمت شما رو احاطه کنه در نام عیسی مسیح، تا به وسیله کلام فیض، کلام رحمت که از خون عیسی مسیح به وسیله روح القدس در حال جاری شدن در کلیسای زنده، باعث بنا مرمتش تک تک ما آزاد و شفا بشه و میراث بهی به تک تک شما، اون میراثی که روح حیاته نه روح شریعت به تک تک ما برسه، تا چی بشه؟ تا عیسی مسیح خداوند جلال بیاره، تا بدن مقدسش کانون و جایگاه و شالوده و منشأ فیض و رحمت عیسی مسیح بشه. تا چی بشه؟ تا عیسی مسیح خداوند جلال بیاره. آمین و آمین.